دوستان مهم نیست ویدیو را لایک میکنین یا نه، مهم این داستان ماست که یک دختر در مردخانه بند میبانه و خیلی چیزای عجیب و غریب میبینه در مردخانه که بنگ سرش میپره و نجات دادن جان خودش بر سخت میشه که بیا ببینیم این دختر در مردخانه چی را میبینه و آیا جان خود نجات دادن میتونه یا نه. دوستان در شروع فیلم ما دختری را به نام کولی میبینیم که برش یک خط از طرف بانک آمده که بانک اخطار دادشان اگر قرض خانه تان نتین خانه تان لیلام میکنیم و کولی در بانک زنگ میزنه و بانک گپای کولی را نشنیده زنگش را بند میکنه و کولی در بیادرش تیجی زنگ میزنه همه چیزا را میگه. بعد از این ما تیجی را و روز نفری کولی را میبینیم که هر دویشان یک نمبر لوده است و اینا به خاطر پیسه پیدا کردن تفنگچه نقلی را گرفته در دوزی کردن رفته است، اما در داخل پدر اینا امرای تفنگ اصلیش اشته بود و سر روز فایر میکنه و مرمی در جان روز میخوره و روز زود کده طرف موتر میده و اما تیجی از بجای نجات دادن روز او را همونجا ایله کده میگریزه و در خانه آمده همه چیز در خوارش قصه میکنه و کولی بسیار یک دخترک زیرک بود و پرسان میکنه موتر در کجاست و تیجی میگه من موتر در دادم و او موتر دوزی بود و فقط یک چیز است که مرا پلیسا گیر کنه و او چیز موبایل روز است، چون ما تمام پلین دوزی را در امو موبایل جور کرده بودیم و در جای دوزی پلیسا آمده و مرده روزی را در مردخانه روان میکنه و در اینجا ای خوار بیادر پلان رفتن جور داره که چه رقم در مردخانه بروان و کلی دکتری میخواند از این خاطر کمی معلومات داشت در باره مردخانه که از اول سامانای مرده را اول در یک صندوق میبانه و به طور شاهدی سامانا را در اتاق شاهدنامه روان میکنه و فرداش امرای را پوری مرده و سامانای مرده را تسلیم پلیس میکنه و در اینجا اینا کوشش رفتن داره که داخل مردخانه بروان اما نمیتونن و کلی برادرش گرفته پیش یک دوستش میره که او دوست دوستش در یک کلینیک کار میکرد، از پیش از او یک دوا را میگیره که جان انسان تا چند ساعت یخ و قلب پریدن کم میکنه که تو احساس میکنی نفر مرده باشه و کلی در بیادرش میگه من دوا را میخورم و تو نیم ساعت بعد در پلیس زنگ بزن که اینجا یک نفر مرده و وقتی که من به اوش آمدم در مرده خانه میباشم و من از اونجا همو ثبوت میگیرم و آرام کده تا صبح خانه میایم و اگر این کار نکنم تو را هم صبح پلیس آمده گرفتار میکنه و فعلا کلی هم در دستش پشکاری میکنه و در مرده خانه به اوش میایه که در جانش فقط یک تیکه سفید و در پایش یک خط کشال بود و کلی فعلا هم نشه بود و همو شو سه مرده دیگر در مرده خانه آورده بود و کلی بیرون رفته بود که یک نفر طرف کلی آمده رایسته و نام از یکی از کونر است که ای را پور یک مرده را نوشته میکرد و مرده را از اینجا گرفتن آمده بود و در این وقت کلیگک بسیار ترسیده که او در گیر نیایه و کونر یک مرده را بیرون برده رایسته بود و کلی پشت از او را میگیره و هر اتاقا را چک کردن میگیره که یک دم در اتاق یک مرده را میبینه و دیگه میترسه و از اونجا یک کالا را گرفته میپوشه و پیش رفتن میگیره که اتاق شاهدنامه را هم پیدا میکنه و کونر هم داخل همو اتاق است. وقتی کونر از اتاق بیرون شدن میگیره که یک دم زنگ کوچه آمده رایسته و در کوچه به نام مینکس یک نفر آمده. کونر از داخل کنترل خانه دروازه را برشواز میکنه و خودش در دیدن از او میره و کلی هم از پشتش رفته پت میشه و مینکس برش میگه تو ارامی چی تو در بین مردخانه تنها میباشی و از این مطلب کونر در اینقدر مردخانه کلان تنها کار میکنه و از گپای اینا کلی میفهمه که مینکس یکی از اعضای بدن انسانا را گرفتن آمده و یک جگره که جوانه که تازه آجل کار است این رقمی گفته از اونجا مینکس میره و بعد از رفتن از او کونر همه دروازه را سم صحیح بند میکنه و کلی خپ چپ در اتاق را پرچی میره که کونر مرده را چک میکرد در اتاق و در اونجا لاش نفریش پیدا میکنه و او را دیده زیاد گریان کردن میگیره. کونر فقط جگر از او را کشیده اما تانوز نمرده زنده است و کلی او را آرام میکنه برش میگه سر صدا نکن من غم کلیا را میخورم و هر دوی ما از اینجا میبرایم و در اتاق دیگه کونر پیش از کشیدن اعضای بدن از دست خود ساتش انگشترش و کلیش کشیده میبونه و در کار خود شروع کردن میگیره و ماشینی که در دست کونر بود آواز زیاد بلند است و کلی موقع را دیده خپ چپ آمده کلیا را گرفته میره و دویده دویده پیش نفریش میره برش میگه کوشش کو بخیز و نفریش گرفته رفتن میگیره پیش دروازه و کونر یک دم فکرش در کلیا میشه که کلیا گم شده و پالیدن میگیره و در اینجا اینا هم پیش دروازه اصلی میرسن و کلی دروازه را واس کردن میگیره و کونر در کامره هر دو اینا را میبینه که پیش دروازه اصلی است و گیس بیوشی را گرفته پیششان رفتن میگیره و فعلا روز دیگه جان نداشت برش میگه تو از اینجا تنها برو من از اینجا زنده برآمده نمیتونم و کلی دروازه را واز کده و کوشش کردن میگیره که این روزه از جایش بالا کنه و کونر هم میرسه همراه گیس اردو اینا را بهوش میکنه. وقتی کلی بهوش میایه که میبینه بالا یک تخت مریض دست پاش بسته است و در روی تخت دیگه روز هم خواب بود که تانوز بهوش است و کلی به کونر میگه ما را بان که برویم و کونر میگه تو چی فکر کرده بودی این تو اینجا میای و ایره از اینجا نجات دادم میبری
و شما کار نمیکنین، فقط دزی را یاد دارین و شما واری مردم در این وطن مثل گوی سبکی واری است و تمام شما را ما در یک ترازو طول میکنیم. زنده بودن شما هیچ فایده ای نداره و بعد از مردن شما فایده تان زیاد میرسه به مردم که یکی از اعضای بدن شما را در اون نفرای میتم که با واقعیت افتخار وطن باشن و فعلا کنر جگر روز دادن روی کلی میکشه که چند دقیقه بعد روان کدنی بود و کلی بعد از دیدن این منظره استفراغ میکنه و کنر جگر گرفته بیرون رفتن میگیره و کلی بعد از شور خوردن زیاد پایش واز کده میتانه و همراه ماشین دستشم واز میکنه و صدای اون ماشینه که کنر هم مشنوه خبر میشه که میگه این صدای چیست و رفتن میبینه که کلی سر تخت نیست و یک چاقوی قطره گرفته کلی را پالیدن میگیره. وقتی که کلی را پیدا کده نمیتانه طرف بیرون میره و در اینجا کلی گیس یخی را گرفته طرف اتاق شاهدنامه میره و دروازه را همراه گیس یخی میده کده داخل میشه و همو صندوق پیدا میکنه که سامانای روز داخلش بود و همو تفنگچه اشتکار میگیره که یک دم کنر میرسه و کلی پت میشه و کنر همو موبایل روز میگیره و کلی سرش تفنگچه را گرفته میگه این موبایل برام بده. کنر میگه من هیچ وقت تفنگ امرای مرمیش نگاه نمیکنم، یا تفنگ نقلی است یا مرمی نداره. و کلی دمی چشم کنر نشان گرفته فایر میکنه و یک مرمی پلاستیکی د چشم کنر میخوره و کلی موقع را دیده از اونجا فرار میکنه و کنر همون موبایل گرفته سیده پیش روز میره و موبایل در روی روز گرفته پاسپورت موبایل واز میکنه و دمی بین کلی دای تو یک جای میرسه که دوجا دیگه مرده هم بود، او هم مرده نه زنده، چون کنر هر روز یکی نه یکی از اعضای بدن اینا را میکشید، به همین خاطر اینا را زنده نگاه کرده بود. و یک دم کنر در روی مایک میگه که بیادرت هم در این وطن یک لکه است و تو را دلت از نجات بتی، اما در نظر ما هو هم یک مجرم است که جزای از او فقط مرگ میباشه. و کلی داخل اتاق کنر میرسه و دوجه میبینه موبایل است، در بیادر زنگ میزنه میگه من شاید دوباره آمده نتانم، اما تو اشاره ایله کده برو. و یک دم کنر امرای سگش میایه و در جان کلی بیچاره سگ ایله میته و کلی گریخته از اتاق بیرون میشه و در بیرون تیجه در پلیس زنگ میزنه و همه چیز در پلیس میگه و پلیس میایه میگه بخاطر کمک کردن تان میگه ما باید داخل مردخانه برویم. و سگ هنوزم پشت کلی را ایله نمیکد و کلی از صندوق جگری روز کشیده در داخل دیگه اتاق میندازه و همی که سگم داخل هم اتاق میره کلی زودی که دروازه اتاق بند میکنه و کلی سی در طرف کنترل خانه میره و میبینه که بیادرش پلیس را گرفته آورده و بطن دروازه را زده دروازه را واز میکنه و خودش دویده طرف هم دروازه میره و کلی میگه اینجا یک دقیقه مستاد نشویم، باید برویم. پلیس میگه ما از اول میفهمیدیم که این نفر کدام بسری میکنه و پلیس هر دو اینا را لات کردن میگیره، چون پلیس هم کتی کنر دست داشت. و کلی باز هم تفنگچه اشتکار را گرفته بر پلیس میگه ما را بان که از اینجا بیرون برویم. و یک دم کنر از مایک صدا میزنه میگه این تفنگ اصلی نیست، نقلی است، اما تو اینا را کار نگی، من اینا را زنده کار دارم. و ایگه پشنیده هر دویشان فرار میکنه پشت سر مردخانه میروند و پلیس باز پشت اینا سگ ایله میده و هر دو اینا از ترس سگ داخل تاکوی میشن و دروازه را هم از داخل سم سعی بند میکنه و پلیس هم همونجا میایه و دروازه تاکوی را امرای اولچک بند میکنه. و دامی بین مینیکس بخاطر جگر گرفتن آمده بود، اما کنر برش میگه فعلا کارا ختم نشده، تا یک ساعت دیگه میتم برد. و اعصاب مینیکس خراب میشه و در بین گپ زدن فکر مینیکس در موتر پلیس میخوره و میگه خو این گرگی امرای تو کار میکنه. و پلیس میایه سر مینیکس فایر میکنه، چون پلیس نمیخواست که کسی بفهمه امرای کنر دوست داره. و در تاکوی کلی یک چکش پیدا میکنه و بیادرش میگه ما در اینجا بند موندیم. کلی میگه نه حوصله داشته باش، یک راه پیدا میکنم. و یک سوراخ پیدا میکنه و داخل سوراخ رفته رفته در اتاق مردا میرسه که کنر امرای پلیس گپ زده را ایسته که میگن مرگ مینیکس بالا این دو نفر تومت شمندازیم. و کنر میگه زودی کده این دو نفر پیدا کو که ما در بین یک ساعت جگر روان کده نیستیم. و کنر در باس مینیکس زنگ میزنه و برش میگه در غلطی مینیکس مرمی خورده، تو بخاطر جگر گرفتن یک نفر دیگر روان کو. و در زنگ کسی که گپ زده سمرایش میگه جگر تو میاری برام. و یک دم فکر کنر در کامره میخوره که این خوار بیادر مینیکس کش کده داخل همون سوراخ برده رایس و ارسه اینا از اونجا بیرون میبراین که در اونجا دیگه نفرا هم زنده بود. و یک دم پلیس هم میرسه در اینجا و گیس سوزشی را سر اینا میندازه و کلی بر هر دوی اینا ماسک میده، برشان میگه شما دو تا از اینجا بروین، ما اینا را بازی دادم میایم. و تیجی بر مینیکس میگه من تو را از اینجا بیرون میکشم، اما با یک شرط، در بدلش بر ما 25000 دلار بده. و مینیکس هم قبول میکنه این شرطه و کنر هم میرسه هر دوی اینا را در پالیدن شروع میکنه. و پلیس از پیش تیجی تیر شده را ایسته بود که تیجی آیسته آیسته آمدن میگیره، همی که پلیس هم میزد کنر از پیشش آمده برق میته و بیوشش میکنه. و در اینجا حالت کلی هم بسیار خراب بود از خاطر گیس، همی که روی پلیس هم میبینه
اما همت کده از جاش میخیزه و توپ گیس گرفته سر چپه میبونه و امرای چکش در سرش میزنه و توپ گیس پریده رفته داخل روی پلیس میدرایه و همو جا به جای پلیس میمبره و مرده پلیس دیده کنه را میترسه و تمام مریضای دیگر را کته مرمی زده میکشه و تیجی را گرفته امرایش میبره چون او یک جگر روان کدنی است. کنر باز دمایک برکولی میگه برای مرگ همگی اینا ما جواب دارم، اما به خاطر مرگ پلیس ما جواب ندارم. از این خاطر ما هم باید ای جای اله کده براوم که کولی هم میرسه و کنر پشت دیوال پت میشه و کولی کوشش کردن میگیره که بیادرش به هوش بیاره و یک دم کنر از پشتش آمده ماکم میگیرش همین میزدش. کولی گیس یخی را گرفته رویش گیس یخی پر میکنه و نصف رویش مثل برفواری یخ میزنه و امرای توپ گیسی کش کده در رویش میزنه و نصف روی کنر مایده شده در زمین میفته و کنر دیگه دیوانه میشه و یک چاقوی کلان گرفته سر کولی حمله کردن میگیره که دامی باین مینیکس میایه امرای یک چاقوی خرد کنر در دلش میزنه، در پشتش میزنه و کنر همی که مینیکس هم میزد مینیکس خود دور میکنه از پیش کنر و چاقو را کولی گرفته در سر کنر تخته میکنه و فعلا ارسی اینا زنده مانده بود و تیجی برای مینیکس میگه بیار دیگه 25000 دلار ما جان تو را نجات دادم، اما مینیکس میگه ما جان تو را نجات دادم او، اما بازم برو خیر است، ما براتون 25000 دلار میتم، اما برام یک جگر آورده بتین. و کولی گه پشنیده سی رفته جگر کنر را کشیده آورده در مینیکس میتا و مینیکس هم برشان 25000 دلار روان میکنه و کولی میگه تو به دکتر نیاز داری؟ مینیکس میگه ما خواهم اونجا رفت تستم، میگه بیا شما را هم برسانم و داخل فیلم براتون یک چیز بگویم. این اخوار باجرت، از خاطر همی خوب ویدیو را یک لایک بزنید و اگر در کانال جدید هستین کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم فشار بدید تا از ویدیو جدیدمان با خبر شوید.